رابطه جنسی موفق چگونه است؟ ضرورت رابطه جنسی چیست؟ با سلام به تمامی دوستان کانال سحر مدیا. در این برنامه قصد داریم به چند مسئله اساسی در یک رابطه جنسی موفق بپردازیم. پس لطفاً روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. روابط جنسی هیجان انگیز و صمیمانه می توانند روابط زناشویی را زنده و کامیاب نگه دارند. شاید در یک زندگی زناشویی بلند مدت گاهی رابطه جنسی یک نواخت شود، اما راه‌های بیشماری برای شعله ور کردن آتش روابط جنسی وجود دارد. با تعهد، ارتباط و اندک خلاقیت می توانید به داشتن یک عمر رابطه جنسی فوق‌العاده با هم امیدوار باشید. رضایت از زندگی مشترک در بُعد جنسی معمولاً پس از تولد کودکان رو به زوال می‌گذرد. همچنین برخلاف تصور عموم مردم، این تنها مادران جدید نیستند که پس از زایمان دچار کاهش میل جنسی می‌شوند و اغلب تصور می‌کنند که دیگر جذابیت کافی برای همسر خود را ندارند. طی سال اول پدران نیز تجربیات مشابهی را گزارش دادند. سطح تستوسترون آنها حدوداً یک سوم کاهش می‌یابد. علاوه بر این پدرانی که در زمینه مراقبت از فرزندان به همسر خود کمک می کنند، یک کاهش 20% دیگرانی نیز تجربه خواهند کرد. با همسرتان بازی های جنسی را تجربه کنید. مثلا درباره پوزیشن رابطه جنسی یا نوع لباس ها یا محل رابطه قرعه بکشید. در این باره سرچ کنید. همچنین در زمان های غیر معمول به همسرتان پیشنهاد رابطه کنید. مثلا اگر سال هاست که فقط در ساعات شب با هم رابطه دارید، یک روز بعد از ظهر او را غافلگیر کنید. به طور کلی به این بیاندیشید که چگونه می توانید به رابطه جنسی با همسرتان تنوع ببخشید. نکته نهایی این که تمایلات جنسیتان را با همسرتان در میان بگذارید تا بالاترین سطح لذت را با حضور همدیگر تجربه کنید. اگر می‌خواهید وضعیت حیات جنسی خود و همسرتان را بهبود ببخشید، باید از تمرکز بر رابطه جنسی به عنوان هدفی نهایی پرهیز کرده و به جای آن افزایش صمیمیت را در دستور کارتان قرار دهید. حتی اگر نیاز است با توافق یکدیگر رابطه جنسی را برای مدت زمانی مشخص تعطیل کرده و سعی در توسعه ابعاد مختلف ارتباط خود با همسرتان داشته باشید. در واقع این صمیمیت است که می تواند یک زندگی مشترک را نجات دهد و نه فقط صرف برقراری رابطه جنسی میان یک زوج. اصول رابطه جنسی چیست؟ رابطه جنسی یک نوع رفتار است، ولی پانتومیم یا حرکت نمایشی نیست و ما باید در رابطه جنسی هم از کلام و بیان استفاده کنیم و به طرف مقابلمان بگوییم و از او بشنویم که ما برای یک رابطه جنسی لذت بخش به چه چیزی نیاز داریم و همینطور آنقدر شنونده خوبی باشیم که بفهمیم مسائل زناشویی شوخی نیست و به صحبت‌ها و خواسته های طرف مقابل من هم با گوش شنوا بتوانیم پذیرا باشیم. اگر به اصطلاح از زمانی که چشم باز کرده اید در کنار یکدیگر هستید، چنانچه به این گروه تعلق داشته باشید، با احتمال بیشتری دچار کاهش سطح میل جنسی و به دنبال آن چالش های جنسی معمول زندگی زناشویی خواهید شد. زمانی که یک زوج برای مدت زمان طولانی کنار هم بودند، جذابیت جنسی آنها برای یکدیگر به مرور کاهش می‌یابد. به همین علت است که ایجاد تنوع در زندگی روزمره باید در اولویت قرار گیرد. بهترین روش ایجاد تنوع نیز انجام فعالیت‌های مورد علاقه هر یک از زوج‌ها و به خصوص سفر به مناطق جدید است. زمان با کیفیتی را با هم بگذرانید. توصیه قدیمی اما بسیار خوب است. اجازه ندهید که رابطه‌تان به خرید کردن و خالی کردن سطل‌های زباله منحصر شود. زمان‌هایی را برای لذت بردن از با هم بودنتان کنار بگذارید و تجربه‌های هیجان‌انگیزی با هم داشته باشید. شامی دلپذیر، رفتن به تماشای آکواریوم، گذراندن صبح در تخت خواب و یا مثلا سومین سه‌شنبه هر ماه به صرف غذای محبوبتان یا برنامه ریزی برای سفر سالانه. با تشکر از توجه شما، لطفاً شما هم نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید و با کانال سحر مدیا همراه باشید.